به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز و دوستداران گزارش های ما، مخصوصا شمایی که از گوشه و کنار دنیا برنامه های ما رو از کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا میشه دنبال میکنن. بازم سلیم مقیمی هستم از ولایت هرات. امروز آمدیم به سراغ تیم دختران گیمساز ولایت هرات که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان دختران در ولایت هرات گیم میسازن و در حوزه فناوری گام های بسیار خوبی را در سالهای اخیر برداشتن که بیشتر با این دوستان هم کلام میشیم و همچنان با مدرسشان، همچنان با دخترهایی که به هر حال با تمام انگیزه و نیرویی که دارن تلاش میکنن که از طریق ساختن گیم هایی که حالا بیشتر جنبه آموزشی داشته باشه برای مردم خدمت بکنن و همچنان بتوانن در قسمت رشد فناوری و استفاده از تکنولوژی های مدرن در کشور گام های بسیار موثری را بردارن. در ادامه صحبت های دوستان با هم میشنویم و همچنان تصاویر را میبینیم از گیم هایی که تا کنون ساختن. از سال 2005 میلادی به این طرف که در مرکز آموزشی گود تنیس پایر اولین مرکز برنامه‌نویسی برای بانوان ما در بخش گیمسازی فعالیت کردیم و تا حال تیم ما گیم های به صورت انفرادی و تیمی، پروژه های ورچوال ریالیتی، مووی های 3D، گیم های 2D به تعداد 26 تا ساختیم و فعلا روی 4 پروژه جدید کار میکنیم. در رابطه با اپلیکیشن های متفاوتی هستند. این گیم هایی که می سازیم بعضی هاشان جنبه سرگرمی داره، بعضی هاشان به علاوه جنبه سرگرمی جنبه آموزشی داره. یکی از گیم هایی که پارسال ساختن و امسال تکمیل شد گیم افغان جیو هست یا جغرافیای افغانستان، شامل 35 مرحله هست در رابطه با ولایت و ولسوالی افغانستان که تمامی نقشه افغانستان همه ولایت و ولسوالی ها مثل پازل گذاشته شده و کسی که گیم بازی میکنه باید مقطع درست همه ولایت و ولسوالی افغانستان روی نقشه نشون بده به همون تایم که مشخص شده برای این. به علاوه که جنبه آموزشی داره میتونه جنبه سرگرمی داشته باشه. و یکی از گیم های دیگه ای که تیمی ساختیم گیم فایت اگینست اوپیوم یا مبارزه با مواد مخدر بود. تقریبا 2 سال پیش این گیم تکمیل شد و وقتی که مردم این گیم استفاده کردن و بازی کردن استقبال زیادی شد. به همون خاطر است که ما فعلا داریم روی ورژن دوم این گیم کار میکنیم. دقیقاً یکی از مشکلات جامعه ما را واسطه‌دهنده یکی از مشکلات جامعه ما بوده که سرباز افغان به ولایت هلمند میره، مزار مواد مخدر از بین میبره و زعفران جایگزین مواد مخدر میسازه. استقبال زیادی شد از طرف مردم و به زودی به جان دومش هم ساخته میشه. از سال 2015 که مرکز آموزشی کوتونس پر توسط خانم فرشته فروخ تأسیس شد اولین دوره گیم سازی ما شروع کردیم و سال 2015 و اولین دوره بعد از مدت 2.5 سال تمام کردند و هدف ما این بود که شاگردانی که از بخش بیزی سازی فارغ میشن بتونن هم از لحاظ مالی مستقل باشن، همی که پروداکت ها یا آیدی هایی که اونا وقتی خرد بودن
گیم هایی که بازی میکردن یا داخل ذهن خودشتن اونا رو بیایم کمپیوتری کنم و به گیم های موبایل تبدیل کنم و تا مردم بتونم اونا رو بازی کنم. و یک دیگه از اهداف ما بود که فوکس ما بیشتر روی گیم های از کاتگوری گیم فور چینج بود، به خاطر از اینکه میفهمید شما گیم ها بیشتر برای سرگرمی استفاده میشه و ما خواستیم که بعضی از گیم های درست کنیم که بیشتر به قسمت آموزش و فرهنگ سازی هم از اونا بتونن مردم استفاده کنن. گیم هایی که تا حالا ساختن آیدیا و اهداف مختلفی داشته. یک از گیم هایی که خیلی گیم مشهوریه فایت اگینست اوپیوم یا جنگ با مواد مخدره، که هدف او این بود که ما بیایم فرهنگ سازی کنیم که کوکنار چیز خوبی نیه و به جای میتونیم زعفران کشت کنیم. گیم دیگه ای که تیار کردن گیمی بوده که برای از یک پلیر یا کسی که بازی میکنه یک چیزی داخل ذهن از ما بتونیم جای بدیم که با مواد آلی آلودگی هوا بیایم مبارزه کنه. و گیم دیگه ای که تیار کردن این بوده که یک گیم تخیلی بوده به نام افغان هیرو گرل یا دختر قهرمان افغان، که هدف از اون گیم این بود که دختران به زندگی واقعی میتونن چالش ها یا مانی های جلوی روی اینا باشه و میتونن اون چالش ها اینا از بین ببرن و به اون هدفی که دارن برسن. گیم های زیاد ساخته شده، در حدود 30-35 گیم ساخته شده که اکثر از این گیم ها به پلی استور و اپل استور فعلا گذاشته و به صورت فریه که مردم میتونن از اینا استفاده کنن. که برنامه جدید هست، یک تکنولوژی جدیدی که به افغانستان اومده، هنوز مردم آنقدر آشنایی ندارن، اما خب گام مثبتی بوده که دختره ما وارد این تکنولوژی شدن و ما توقع داریم از دولت که از خانم ها به خصوص در عرصه تکنولوژی، چه گیم باشه چه موبایل باشه چه وب دیولپمنت باشه، همه از ما حمایت کنن. مسلماً هر کاری که ما تازه میایم شروع میکنیم نیاز داریم که یک سری افرادی بیان ما رو حمایت بکنن. متاسفانه در این قسمت دولت هیچ همکاری با ما تا حال نداشته. ما بیشتر از 20 تا گیم ساختیم ولی تا حال یک ارگان دولتی حتی از ما سر نزده، چه برسه که به حمایت. و این توقع خیلی زیاد هم نیست از یک، چون دولت ما هست و ما نیاز داریم به حمایت از اونا. ما از اونا میخواییم که ما رو حمایت بکنن، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ مالی. این حمایت از اونا باعث میشه که ما انگیزه بگیریم و بتونیم کارهای بیشتر و بهتر رو برای آینده داشته باشیم. چیزی که ما از دولت توقع داریم اینه که ما رو سپورت کنن، برای ما زمینه های مساعد کنم که مثلا به کشورهای خارج بریم با از اونا رقابت کنیم، ما رو حمایت کنم چی از لحاظ مالی چی از لحاظ اقتصادی اینا، به خاطر که اگه تا حمایت مردم و دولت ما نباشه ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. باز همین که ما تا امروز توانستیم خود خوب به اینجا برسونیم، یعنی چندان حمایت از طرف دولت نشده، امیدوارم که از این بعد بتونم ما حمایت کنم. خب دوستو با هم شنیدیم صحبت‌های دختران گیمساز ولایت هرات و همچنان مدرس محترمشان که به هر حال افتخارات خیلی خوبی را کسب کردن در سال‌های اخیر. کمتر ما دیده بودیم، کمتر شنیده بودیم در مورد از اینکه در افغانستان هم گیم تولید بشه. ما در جغرافیایی که همه روز متاسفانه شاهد جنگ و انتحار و درگیری و اخبار منفی میباشیم، خبرهای این چنینی واقعا خوشحال کننده هست و اینکه نسل نو افغانستان مخصوصا در ولایت هرات جوانان با تمام این نابسامانی ها تلاش میکنن تا اینکه امگام بشن با فناوری های روز و
خود مجهز بسازن با تکنولوژی های مدرن و علم روز، که به هر حال خبر خیلی خوبی هست. طوری که دوستا گفتن، آرزومندیم که از طریق این گزارش مسئولان هم توجه بیشتری داشته باشن. امانند تیم دختران روباتیک در ولایت هرات که در سالهای اخیر پرچم افغانستان در میادین بین‌المللی بس ربات و فناوری و گجت و مسائلی که بیشتر در حوزه تکنولوژی ارتباط میگیره پرچم را بلند کردن، انشالله که حمایت بشن دختران گیمساز ولایت هرات هم، و همچنان این دختران هم بتوانند، هرچند افتخار آفرینی کردن در سالهای اخیر، به شکل گسترده تری مورد حمایت قرار بگیرن و فعالیت هایی که داشتن، گیم های بومی و وطنی که ساختن، به هر حال بتونه که مانند گیم های دیگر در سطح بین الملل مورد توجه قرار بگیره، در کشورهای مختلف از اونا استفاده صورت بگیره. سپاسگزاری میکنم که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.